عجله دارم. بودو 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 برخصیم. از این مرگ نترسید، سلامت بگیرید، بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شبه همچو عزیز. یکی تیشه بگیرید، یکی خفره بگیرید، کرونا گرفتی با چی چی کنید، همه شاه و امیرید، بمیرید بمیرید. فعلا الان این بر باشیم که کاخر رو درست کنم. دادم دام دام ورزش صبحگاهی هم شلوارم رو میخواییم ببینیم. ببینیم یه ذره ورزش هم بکنیم. باید بزن اول ورزش بکنم بعد کاخر رو بریزیم. آهنگه خیلی بچه من امروز میخوام برم چیز زاره باری داره میخوام دازه بازم میخونم ساعت ده و نیم این بچه ها میرن اینم بذارم من میخوام ده و نیم به وقت ما که میشه حدودا یه ساعت دیگه کمتر از یه ساعت فردا میخوام برم مارکت چیزایی که شما گفتید رو بخرم اینجا مارکت اینجا راش ببینم خراب نم شیرم خراب بشه خراب بشه یه هفته همون شد دیگه بیا بیرون قطعه
میخوام یه موز بخورم، یعنی فقط تنها یه موزم. میوه ها همه فردا، گیموزه و سیفیجات اینا همه تقریبا تموم. خب اینم تموم شد، زندان و نمیدونم تیشه و نفس و رفت و اومد و همشو دیگه. اینو خیلی از بچه ها برای من فرستاده بودن، گفتیم ببینیم. خب من بچه ها گفتم امروز اگه برم این پیاده روی بعدش بیام، هی پیام پشت پیام که کجایی کجایی، منم هی اونجا پیاده روی رو راحت نخواهم تونست انجام بدم. هی فکرم پیش شما خواهد بود که الان یه سری بچه ها چیز نکرد. خب منتظرم، واسه همین گفتم یه دونه لایو چیز بذارم صبحانه، حتی عجله‌ای بذارم. چه خوشگل دارم انگار، چه با کلاس داریم میبردیم انگار همیشه اینار وحشیانه میبا حالا با کلاس داره بریده چی میشه کنار گذاشت. خیلی خیلی جالب شد، خوشگل و اینا بالی. خب به به، خب شما بیا اینجا. خب امروز روز اینه که یه ذره اینقدر اینو خوبه به صورت، قبلا رو دوست داشتم ولی همیشه میگم که یه چیز لذتی باشه، ولی بعد دیدم چقدر خوبه این کارم میکنم، ولی بعد یادم نره که این چیزایی که میچسبه. خب یکی من بره زیر بغلامونم یه ذره، زیر بغلامونم یه ذره این برم بره تون تون. آه چقدر خوب، چقدر خوب، چه خوب بود. شما برو اینجا، شما مدیال تو هم بیا یه ذر، بیا برو سینه و اینجوری اینجا رو برو اینجا اینجا پشت گوشم خوبه. الو آها نونا رو نیاوردم هنوز، میگم دیگه همینطور دارم با چه آسمونم قشنگه. سر به آسمون نگاه کنیم، چشمامون همش دوربین نگاه نکنه. خوشحالم بعد از مدت. خب این از این یا برم اینجا الان دستامو یه ذره بشورم نونم بیارم. آی 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 دم درم دم دم درم دم دم درم دم دم درم دم درم دم دم درم درم. روزمره است دیگه، روزمره روزمره اینجوریه. نون کجاست؟ آها خب اینو فقط میخوام با چی بخورم، اصلا نمیدونم با چی میخوام بخورم، چی بخورم. اینم بیاد دیگه اینجا، اینم این اونجا نمونه، همینطور میرزم توی چیز. بله خب من یه چیزی رو توضیح بدم اول، یه کوچولو. یکی از بچه ها از این، اینو میبینید، از این چوبه، از این چوبی که من دارم، خب خیلی خوشش اومده بود، میگفتش که من حاضرم تو هش حاضرم من چیز کنم، بذارم اولین پیام یه پیام ببینم، بعد اولین پیامی که چشمم میخواد خوره ببینم کدوم پیام. یک دو سه. وای 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 اوف 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 خوب بود. اوف خوب بود اولین پیام. خب حالا بریم اینجا. بچه این پوست موز من از شماها یاد گرفتم، از لایوا، از کسی که به من یاد داد پوست موز رو بزنم به من، همیشه مینداختمش دور، یاد داد، بسیار ازش ممنونم، خیلی خوبه، خیلی حس خوبی میده و اصلا هم چیز نیست،
بعضی وقتا یه میوهی رو میزنید ناخوشاینده، ولی این نه. خب من یک کم کره میزنم و روی این نونه. بایدم حواسم باشه که ده و نیم یعنی سه رو به دیگه من برم چیز پایین باشه، چون واقعا این خانوما این دوستامون بعض وقتا آقایونم میاد. خب چیزه اینم موز بره روش، خیلی خوبه. ولی یکی هم خوردیم بس، بقیهشم وایستا اینجا دیگه، تو شلوغ کاری نکن. اینجا. خب در مورد این چوبه میخواستم بگم بچه، من هم نمیدونستم اینا رو، من آلمان یاد گرفتم. خیلی چیزای خوبیه و همیشه هم تو هر خونه ای هستش که خونه های آلمانی که میخوان صبحانه بخورن و اینها، رو برت بهش میگم برت. خب رو برت میخورن، روی چیز هی پاشو آره اره بیاد، اونای دیگه اذیت میکنه. خب یه اذیت که سخت. خب این برت ها رو شما از چوب که اصلا غیر شیمیایی، یعنی چوبی که نمیدونم برای نمیدونم چیزای کمد و اینجور چیزایی که درست میکنن، نمیدونم دیگه، من نجار اینا نیستم، خیلی وارد نیستم، فقط میدونم که اینا خیلی کامل طبیعیه، یعنی هیچ نوع ماده شیمیایی نداره و اینا رو خب خیلی هم راحت میشه درست کرد. من خانواده آلمانی که زندگی میکردم، این خانواده آلمانی پسرش هم میآوردن میرفتن این چوبایی که میخریدن از بلوط چی نمیدونم چه میخریدن، بعد میآوردن اینا رو درست میکردن و من چند تا هم از اون یولیان خریده بودم. بعد این به من گفته این چوبه رو به من بده. اما این کار دسته، چون کار دسته، وقتی که بخورم، حالا دوباره پیام میاد که قوت بده چی بده باشه. خیلی دیشب دیرم خوابیدم، ولی با این حال شوق این که میخوام برم با این بچه ها، دو ماه بیشتره که من نرفتم با اینا. یه مدت که با آذر آشنا شده بودم، آذر تعطیلیاش روزای چهارشنبه بود، درست میخورد به این چیز، میگفتم خب با آذر بریم بیرون. وای چه خوشمزه، به به، یه با یه چند یکی از مثلا به عنوان غذا من موزو با چیز روی نون و اینا میخورم. یه سری این لیوان من رو دوست دارید، بذار یه ذره اینجا بیاد شما لیوان من هم ببین. خب دیگه همه جا چیز نشد. موبایل ها که اونقدر اگه بزرگ میشد خیلی خوب میشد، که موبایل فقط همینقدر رو نشون میده دیگه. اینه. خب این هم درشو بذارم، خبرتش از دست نده. آره این برتو، یعنی این چیزا رو شما یه چوبای خوبی پیدا بکنید، یه چوبای طبیعی از اینایی که تو کار چوب اینا هستن. بعد حواسم میره میگم این گلاب دارن یا نه، اینا بابا وسط لایف حواسم میره بعدن چیز. بعد انجامش بدید، خودتون درست کنید دیگه. من اینو خودم که نخریدم، اینو تابش خریده بود برای من،
رفته بودیم یه جایی، یه بازار روز بود، یه کسی که فقط این چیزا رو میفروخت، قاشقش نمیدونم همه چیزای چوبی کار دست، کار دست ساز. خوب شد اینو یاد گرفتم، دست ساز، دست ساز از کار دست. هی اون موقع میگفتم این چیه هندر بایت، بعد دست ساز اینا. اینو اون موقع دیدم، بعد دیدم حالا این کوچیکش بود، بزرگش اینا مثلا قیمته بعد 15 یورو. بعد من گفتم بابا من اینا رو از فلومارک ارزون میگیرم. ولی از فلومارک چی میگیری؟ اینا رو که نمیگیری که دیگه، این باید یه فلومارک یه کسی، بالاخره ندیدم من فلومارک اینه، اینو ندیدم. بعد دیگه اون گفتش که بابا من میخوام برات بخرم. گفتم خب بخر. اون دیگه موند این. ولی خب شاید الان خودم هم بخرم. الان با این هدایایی که شما به من میدید، هی هدیه بارون میکنی، شاید یه دونه از این بگیرم. این الان چند ساله؟ 2015 تا الان 6 ساله. گردو گردو الان دیگه پاشم بیام. گردو هم حالا خیلی آها. یه سوال دیگه، زیبا تو اصلا پول خرج میکنی؟ سوال خوبیه. یه مدت که اصلا پول خرج نمیکردم، به خصوص اون موقعی که احمد بود، یعنی اصلا با خودم بعضی وقتا میگفتم بابا این کیف پوله الان خیلی دیگه ناراحته، میگه یه بار منو باز کن. دارچینو بذار بزنیم، گردونو نواره، دارچین نزدیکه، دارچینو میزنم. ولی پولو چجوری خرج میکنم؟ پولو اولا من سعی میکنم که خب حالا بری بیاد یک آها اومد اینا. خب من که خواستم رو تخته نره. خب خوب شد، خیلی قشنگ زدم. آره خب اینم از اینو داشتم شروع میگفتم پول خرج میکنم. الان که آره دیگه، من خیلی خرج رو من احساسی سر خرج نمیکنم. الان میخوام یه موبایل بگیرم، به خودم گفتم که یه هفته دو هفته تا یکی دو هفته دیگه موبایل بگیر دیگه، حالا مثل این حسم که بیاد بعد سرش تحقیق میکنم، یکم این بر بپرس نمیدونم چیکار کن، یه ذره عجله سر اینکه ای وای حالا حراج شده، امکان نداره من تو حراجی ها برم بودم، برم توی حراجی ها. حراج شده، دیدید یه فروشگاهی حراج میشه مردم میدونن؟ حالا احتیاج نداره، حراج شده، نمیدونه چقدر ارزان شده. اتفاقا این مسئله ایه که تو روانشناسی توی این بیزینس های چیز کار میکنه، اینا که زبون بازن تو بیزینس میرن کار بیزینس یاد میگیرن، قشنگ میدونن که چه جوری از چه نقطه ضعف مردم استفاده کنن. من اولا یه چیزی که احتیاج داشته باشم مثل همین دیدید دستگاه اصلاح هم خراب شد، بعد گذاشتمش، گفتم خراب شده دیگه اشکال نم. آقا موهاتو چه جوری میزنی چیکار میکنم؟ بابا هیچی، آروم باشید آروم باشید مامیش، خراب شده دیگه، خراب شده، یه کارش میکنم. بعدش دنبال این گارانتیش رفتیم و بعد دیدیم که گذشته بود، چون من فکر می‌کردم گارانتیش 3 سال است، بعد دیدم نه 2 ساله بوده. بعد دیگه خب تصمیم دیگه، بچه‌ها گفتن ما دیدیم نمیدونم از این. بعد رفتم دنبال کلاین انسایگ، اینجا یه سایت هایی هست
که یه سری کسا وسایل خودشون رو میفروشن، مثلا طرف میگه من اینو نمیخوام یا من اینو هدیه گرفتم، من این دست دومه ولی فلان فلان اینا، بعد میری میبینی که یه چیزی که خیلی خیلی خوب چیزای پیدا میکنی. رفتم اونجا باز پیدا نکردم، بعد شروع چیز کردم، گفتم که خب حالا به بچه ها میگم، به دوستان میگم، به این به اون و اونا، تا به بیژن رسید و به بیژن گفتم پشیمون نیستم از این کار. ببینیم ممکنه مثلا فرض کنید که مثلا این اتفاقی که افتاد آدم همون لحظه اذیت بشه یا مثلا یه سری مسائلی پیش بیاد، ولی میارزه، میارزه به این که توی این روابط. حالا یکی از بچه ها خیلی حرف خوبی زد، گفت زیبا دستگاه تو، دستگاهی که تو دست تو بود. گفتم مشخص، اونو من 75 یورو خریده بودم. خب اون دستگاه 62 یورویی با یه دستگاه 10 یورویی حتی وقتی دستت میگیری فرق میکنه، میدونی؟ البته من اول دستم که نگرفته بودم. خب من هم تو دستگاه گفتم بذار این اعتماد تقویت بشه، بذار این تو روابطمون اون مسائلی که دارم، اون ارزش هایی که تو روابطمون به وجود میاد، این همین وسایل، همین این اشیا ابزارن که اون سیر رو تقویت کنن. اون اتفاقایی که به دنبال این دستگاه افتاد خیلی خیلی مهم بود. من چقدر باید خرج میکردم تا این اتفاق بیفته؟ با 60 یورو افتاد. حالا یه دستگاه اومد در حد 10-12 یورو دست من. حالا ما که به قول هیم خودم این بیژن یه حرفی میزنم، گفت 2000 یورو مثلا پولش رو آوردن، 600 یورو طرف نداده، اون یکی نمیدونم 400. راست میگه. خب اینا رو تو شاه تو این مدت چندین ساله خب تو دوستای من میدید دیگه، بعد میدونست مثلا آدم ها چجوری مثلا چه کارهایی میکنن. طرف میاد این حرف رو میزنه، ولی ببینید این اتفاقه که شما یه دوست خودت رو میشناسیم. من اون چیزی که در مورد فرش گذاشتم، پستی که در مورد فرش گذاشتم، حالا داستانشو که نگفتم بهتون کامل داستان این فرش چی بوده، اصلا ماجراهایی رو ایجاد کرد، ماجراهایی رو همین فرش ایجاد کرد. الانم تابش مثلا حتی آخرا بعد از اینکه با من چیز شده بود، اصلا یک باری بعد از یکی دو سال، یه سال و دو سال فکر کنم، چند سال بعدش که من ما با هم درست رابطمون قطع کرده بودیم، ولی خب یه ارتباطکی داشتیم. بعد که اووه فوت میکنه ما رابطمون قطع شده بود، ولی خب چون اون اووه رو خیلی دوست داشت، یعنی اووه که هنوز روی تخت مریضی بود، تو هنوز در حال احتضار بود دیگه، گفتم اووه تو چستابش، تو اووه رو دوست داشتی، میخوای بریم ببینیم؟ بعد گفتش که با سردی و با دیستنس و با ادا اطبارهای خودش، آخه خیلی قرطی بود، گفت بله میاریم میریم اونجا میریم. و خب خیلی با چیز رفتیم و بعد عکس هم گرفتیم و اون عکس گرفت، من عکس گرفتم و موقعی از اووه در حالی که چیز بود، عکس هایی که از اووه داریم. خب خیلی مثلا سرد و سرد ندیگه، ولی خب خیلی زخلش چی میگم موضوعی و با دیستنس رفتیم و با دیستنس اومدیم. و یه سال بعدش هم ایشون، من پام چیز شده بود، پام یکی از بچه ها به نام بهمن اومده بود برای مسافرت، بعد من پام درد گرفته بود، رفته بودم پام بسته بندی چیز کرده بودم، باید نمیتونستم خوب راه برم. اینا خوشبختانه انقدر اون خیر شد، اون اتفاق انقدر خیر شد، همون اصلا دردامونم خیره دیگه، انقدر اون باعث اتفاقای خوب شد همین پای من، نمیدونید. یه کوچولو هم پنیرها رو بخورم. بهش یه پیام دادم، اون موقع ارتباط تلفنی ارتباط شماره شو داشتم،
گفتم که این بهمن خیلی دوست داره بره خونه اووه رو ببین. اون موقع اووه دیگه فوت کرد، فوت کردم. گفتم یه پول بلیط تو میدم، پول چیزو میدم، همه هزینه های مسافرتمون رو میدم، من میام با شما، من و تو و بهمن با یه نفر دیگه به اسم افشین، گفتم یه مسافرت یه روزه بذاریم که من بهمن رو بگردونم، ولی من فقط میام سوار قطار میشم، بعد پیاده میشم، یه جایی میشینم، شما برید بگردید، دوباره شما هر جایی که میرید من یواش یواش میرم، میتونستم برم دیگه. اونجا هم اومد و با این بهمن خیلی دوست شد و آخرش هم که پول بلیتشو میخواستم بدم بهش تو قطار، بعد اینجوری برگردون تو صد برابر من که قرتی نیستم، حالا میخوام قرتی بشم، صد برابر من قرتی بود. نه به واسطه این دوستی خیلی خوبی که با نمیتونم بهمن و فلان و بهمن ببوچید، من این 30 یورو رو به شما برمیگردونم. 30 یورو فقط رفتمون برای ما، البته چیز بود دیگه، مسیر طولانی هم نبود. 30 یورو رو گفتیم مرسی برگردون، تا نگرف از ما. داشتم چی رو میگفتم اصلا رفتیم به سمت یه روب دیگه تموم میکنم. دیدم دیم دیم دیدم دیم دیم بسه دیگه، بسه برای امروز میخوایم ببینیم با شکم پر نریم برای چیز. این رو میخوام، بیا موزه رو میخوام، موزه بیای جلو، تو هم بیا برو توی این، امروز رقیق شو اشکال نداره، تو هم در بسته بشه. چی بود؟ آره بعد دیگه آقای فرشو بخوام بگم، بعدن همون موقع که از بهمن خوشش اومده بود، خیلی از بهمن خوشش اومد، توی قطار نشسته بودیم، حالا الان رفتشو فهمیدم، یادم اومد چی بخواستم. یه دفعه دیدم که بله اون ۳۰ یوروی که من گفته بودم که فقط به واسطه این که تو راهنما میشی، 600-700 تومن عکس گرفته بود از این و اون و منم یه گوشه نشسته بودم نمیتونستم اون مسیرها رو برم همه جا رو، چون رنزبورگ رو کامل میشناخت دیگه، چون اووه رو خیلی دوست داشت، با اووه چند بار ما رفته بودیم پیش اووه. بعدش هم این که همون که میگفتم که بچه ها میگن چند دوست پسرات، این دوتا هم دیگر رو دوست داشتن، این دوتا دوست پسر هم دیگر رو دوست داشتن، واسه همینه که خیلی هم احترام، البته یه انسان اووه تابش رو دوست داشت دیگه. آره ما داشتیم میامدیم، بعد دیگه همه جای خونه اووه رو نشون داده بود و نمیدونم فره، خیلی شهر قشنگیه دیگه، خیلی شهر قشنگیه توریستی. یه دونه اون اووه که 4 ماه که رفته بودم پیشش زندگی کرده بودم، 30-40 هزار نفر شاید بیشتر جمعیت نداره، ولی بسیار شهر قشنگی. بعد اینو گفتم که خب حالا که من پای من درد میکنه، من نمیتونم بهمنو بفره باید باهاش برم مسافرت خارج از کشور، بعدم این گفت من میخوام با تو برم، گفتم بیا بریم یه مسافرت کوتاه مونتا تابش شما رو ببره بگردونه، چون اون شهر رو تابش میشناخت. حالا موقعی که بعد از اینکه برگشتیم یه دفعه دیدم تو قطار دوباره یه ذره عده هنم شوره در بیرم، برگشت گفت من اینقدر از بهمن خوشم اومده. افشینم که اونجا یکی از بچه نخودی بود اونجا، ما گفته بودیم حالا که یک گروه بلیت جمعی داریم بذار یکی از این بچه هم بیاد دیگه با ما بره بگرده، از این بچه هایی که تازه از ایران اومده بودن و جایی رو نمیشناختیم، گفتیم بلیت ما که گروهیه تا 5 نفر میتونیم ببریم، بذار یه نفر دیگه هم بیاد دیگه با ما. و افشین آورده بودیم که افشین رو هم تابش دوست داشت هم بهمن دوست داشت. حالا بگذاریم از این، تو مسیر بودیم یه دفعه برگشتم، یه دفعه دیدیم که تابش گفتش
من نه فقط این پولو از شما نمیگیرم، بلکه میخوام انقدر از بهمن خوشم اومده، میخوام دعوتش کنم برای یه غذا خونمون، همون خونه ای که فرش من عکسشو دیدید. منو بگو، من که خیلی خوشم میاد دوست پسرای قبلیم با من یه ارتباط تکی داشته باشن، سراغ من بیا. من اونا با من قطع ارتباط کردن. بعد تو قطار گفتم که ایشون رو دعوت میکنید، منم دعوت میکنین، منم هستم اونجا، اومدم اینجوری بگم ببینم اصلا منم حساب میکنن یا نه. گفت بله شما هم هستید. ما هم گفتیم ای مرسی، ممنون، متشکرم. حالا گفتم برم ببینم اون فرش کجاست. تو ذهنم بود ما رفتیم خونهشو، خونه عوض شده بود، دکوراسیون عوض شده و فلان و بهمان. البته خیلی دیستنس خودشو داره و ما هم باید مواظب باشیم دیگه، دیگه دوره قبلی نیستش که باید خیلی مواظب باش دوباره از خونه بیرون نشیم، نه که برو بیرون. ما حالا یه رابطه ارتباطه که به وجود اومده. هیچی، اینجا که چیز شده من نگاه کردم فرشه نیست تو خونه، اونور اونور یه ذره چیز کردیم، گفتم که با اینا صحبت کردن، زرش پلو درست کرده بود و بهمنم دیگه دوست شدم بهمن افشین فلان اینا، ما هم اونجا برای خودمون نشستیم دیگه، ما اونجا نخودی شدیم دیگه، حالا همینطور دیگه. اونا با هم گفتیم اب نداره جهنم، شما با هم دوست بشید، منم محل نمیذارید، هم زیاد مهم نیست، ولی حالا با هم دوست بشید. که بعدن هم دیگه مسافرت بعدی بهمنی که از طریق من باهاش آشنا شده بود، مسافرت یه بار دیگه هم اومد برای زندگی در من. من برنامه دارم. خب کجا اینا؟ نه فلان. بعد زمینی مثلا گفت با تابش برنامه دارن میرن. اونم گفته بود باید با زیبا این مسائل رو نگی، رازدار باشی، فلان باشی. آقا اینا هم که دیگه رازدارن دیگه، بنیادن رازدارن. هیچی، نه نمیشه گفت و یا نمیستم فلان و بهمان و اینا. تو دل خودم گفتم هری هری، حالا اینجا نمیگم دیگه هری. به هر حال با هم دوستیشون هنوز هم که هست ادامه داره و یه دفعه میدیدم یه سری وسایلی براش میفرسته اینا، ما هم که حذف شدیم بعد از اون. ببینم یه 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه مون بذار اینجا، بذار 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه هستم میرم. هست شدیم دیگه اونجا، حالا کار نداریم. ولی اونجا من دیدم فرشه، یه لحظه تو مهمونی گفتم تو بهش یه سوال دارم ببینم فرشه کجاست. هست. گفتم میشه ببینم. بعد یه بارم همین فرشو میخواست به خود من 1000 اورو بفروشه، گفت 1000 اورو بدم. گفتم که چرا داستان ببینی؟ حالا اونی که میگه کردا گردن بند و گرفت دوست پسر کردت، کردا این کارو نمیکنن. خب کرد بفرم انجام ده. جمال که مثلا اون یکی گردن بند رو گرفت، نه بابا ترک ها این کارو نمیکنن. بابا این هم انجام، این یکی افغان این کارو نمیکنه. بابا همه این کارو میکنن، صبر کنید، این اصالت نداره، این ملیت ها قومیت ها فکر کنید رسم و رسوم ها مرام و غیرت و فلان و بهمان اینا اصالت نداره. اما این فرشه یه باری که این فرشه رو چون مامانم داده بود سر یه جریانی، مادر و پدرم
به من داده بودن. یه روزی انقدر اصلا حس بدی پیدا کرده بودم به مادر پدرم، میخواستم هیچ چیزی از اونها مثلا فرض کنم هیچ دینی بهشون نداشته باشم، مثلا هر چیزی که احساس میکردم که مثلا میتونم، حالا کار ندارم که یه بار 1000 یورو برای اون هدیه‌ای که برای دندونم داده بودم بهشون دادم، قشنگ گرفت مامان من، گرفت طلاهایی که به من داده بود و برگردوندم. گفتم ولی خب مامانم طلاهایی که به من، چقدرم زش بودن طلاهاش، اصلا من از نایلونش در نیاوردم، اصلا مامان بدیم. احمد رفته بود گرفته بود از یه نفر واسطه ای که براش داده بودن عزت، بعد گفت زیبا بهت مامانت اینا طلا دادن. همون موقع حس بدی داشتم، من آوردم گفتم نمیتونم به اینا دست بزنم، اینا هر کاری کردم دیدم نمیتونم آویزونشون کنم. آخر سر اینا رو برگردوندم هر چی که بود، نمم گردم بندی کوفتی زهرماری هر چی که بود، گفتم من اینو برمیگردم. ولی مامانم هم این دفعه که میدید من هر چیزی که میخوام برگردونم، به خالم که این طلاها رسیده بود گفت من اینا رو نمیگیرم، این طلاها معلق موند، مثل این پولای ایران و فلان و اینا که مسدود میمونه معلق مونده بود، نه من میگرفتم نه اونا میگرفتن. آخر سر من اینو گفتم به یکی از بهتی خالم، گفتم بده به یکی از بچه ها که بفرسته بره به ناکجا آباد. اصلا کجا رفت نفهمید. بعدش به یکی گفتم برو نمیدونم اون موقع بفروشش و قیمتش چیکار کنه، این حالا داستانش بمونه. به هر حال این طلاها رو هم داشتم میگردم، بعد یه دفعه گفتم من این فرشم میخوام بهشون برگردم. به تابش گفتم که تابش اگه تو این فرش رو به من بدی من ازت حاضرم بخرم. اول اینو گفتم، گفت نه من اینو نمیدم، من اینو نمیدم. تابش گفت من اینو نمیدم، بهش گفتم حاضرم بخرم برگردونم به خودت فرشو. چرا؟ گفتم الان یه دفعه مامانم، چون خالم میگفت 12 میلیون، اون موقع 12 میلیون، 20 میلیون، نمیدونم چه یه ارزش بالایی برام گذاشته بودم. منم گفتم بابا این کوچکترین فرشی بود که روی کاناپه انداخته بودم، من انتخاب کرده بودم، چه اینقدر گرون دارن میگن و اینا. بعد ولی با این حال دوستامو آوردم، گفته بودم که این قیمت این فرش چیه و فلان، اون موقعی که هنوز دست ما چیز بود یا هنوز بالاخره بچه های دوتا از دوستای فرش فروش هم ازش پرسیده بودم، اینا گفته بودن تا 1000 یورو. منم به تابش گفتم که تابش این چیزه، اینو من حاضرم ازت تو بخرم و اینو بدم به مامانم. اول گفت نمیدم، تو این فاصله مامانم هم برگشت، گفتم هر قیمتی که تو بدی بگی. خب تا احمدم اینجا چقدر عصبانی، میخوای به این پول بدی، میخوای فلان کنی، میخوای بهمان کنی. گفتم آره میخوام تا فرشه رو برگردونم به مادرم. بعد آقا این وسط من به مامانم گفتم که مامان میشه پولشو بدم؟ خب مامان من گفت آره. چقدر خوشحال شدم وقتی تابش گفت، نگفت مامانم گفت که ما اینجا از طریق این مهندس رحیمی که اینم باش داستان داریم و اینا 1000 یورو من دادم. گفتم آخیش بیا برو دیگه، بیا برو. 1000 یورو دادم به دست مامانم، به دست چیز که ببره بده به مامانم، به دست این مهندس رحیمی یکی از بچه ها بود، ببره بده به مامانم. و اینه بعد از چند وقت تابش منصرف میشه، که اول من گفته بودم از تو من میخوام بخرم خود فرشو بده فرشه رو برگردونم. بعد اومد گفتش که من حالا میخوام بچه یه این گله رو من آب بدم، این گله رو آب بدم، هی داره به من چشمک میزنه. دم 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 شما هم ببینیدش دیگه، میگه که منم هستم. خب هستی، آره فهمیدیم هستی، اوتیه زدتون شده آنشب هیچی دیگه. تابش اینجا برمیگرده میگه که چیزه منصرف، من میخوام ازت 1000 یورو بدی من این فرشه رو بهت میدم، فرشی که من بهش دادم که من گفتم به مامانم برگرد.
ما هم بهش گفتیم نه دیگه دیتسایتیس فور بای، این وسط اتفاقی که افتاده دیگه این مسئله منصرف شد، من دیگه خوشبختانه مامانم قبول کرد این 1000 یورو رو من بدم به اون، فرشم مال خودت. حالا ما رفتیم این جریانات که اتفاق افتاده اینم تعریف میکنم بعد میدم میرم که الان دیگه اونا میان اونجا اونجا جلو جمع میشن، من میخوام برم. حالا آخرش باهاتون بازم کفشامو میپوشم و با این لباسه میریم بیرون، لباس پلنگیه. حالا میبینید که کچلی منم همه میبینن دیگه، حالا بیرون دیدن و خیلی کلن دیدن ولی حالا بازم میبینید. یه چیزم این وسط بگم بعدا این حرف فرشم تموم کنم، من بعدا میام بهتون میگم برخورد پیشا پیش میتونم به شما بگم برخوردهای اینا چجوری خواهد بود وقتی سر منو ببینم، موامو ببینم، پشتشو ببینم. البته الان که خیلی خوب شده نسبت به اون چیزی که روز اولی که بود، نگاه میکنم دست میزنم این قفم خوشگله، ولی 100%، یعنی احتمال 99% برخوردها اینا، حالا 1 در 1000 بذاریم برای احتمالات که آدم حساب نمیکنه، برخورداشون اینجوری میشه شده اوکی مدل مسئله این نیست. مثلا من اگه ازشون بپرسم یا اصلا فکر کنی که یکی نگاه کنه ای مامان اینجوری کردی ای اونجوری که اصلا او چه جالب چه بامزه چه جالب، این برخورد خواهد شد. اینم بهتون خواستم این وسط پرانتز بسته بعد اینو تموم بکنیم و بریم تون تون، ولی بعد از ظهر میام یه لایو میذارم چون که بذارم اول پیاده رویم و برم این دوتا موزرم الان میخورم بعد نخوردم هم نخوردم میمونه بعدا. اومد وقتی که بهش گفتم این رفتیم با بهمن، گفتم فرشه کجاست؟ گفت هستش. گفتم میشه ببینمش؟ دم یه دونه اتاق اینجوری از پرده کشیده بود، اینجوری پرده رو تخت اونو گذاشته بود. رفتیم اونجا. بعدم میخواستم هم که بریم چیز بریم اونجا، من بهش گفته بودم بهمن میخواد یه هدیه برات بگیره، اگه میخوای مثلا هدیه ای چیزی بگو برات بگیریم دیگه، یا مثلا تعیین کن چه هدیه. اونم گفته بود که خب میخواین 20 یورو مثلا به من از یه شاین 20 یورویی بدید من خودم برم مثلا از فلان فروشگاه بگیریم یه شاین یا یه کارت فلانی بدیم. ما هم دیگه خود 20 یورو رو گذاشتیم، گفتیم برو از هر فروشگاهی بگی، ما حالا بریم از اون فروشگاه یه کارت بگیریم. نه 20 یورو رو گذاشتیم. این 20 یورو رو دیدم الان عکس اونو دارم با فرشه رو رفتم نگاه کردم، گفتم ای فرش، روی تخت انداخته بود دیگه تابلو نبود. بعدن دیدم که گفتم اوکی فرشه زنده است، مثل اون کتابمون، مثل اون چیزایی که بعضی مثلا من کتابمو که یکی حسن بدرقه رفته بود روش شاشیده بود و سوزونده بود و فلان و اینا، گفتم که حالا خوبه این فرشه سوزونده نشه. البته به قول یکی میگفتش خب چیزای گرون قیمت که این کارو نمیکنن، که حالا کتابه رو مثلا در حد 30-40 هزار تومانی بود، سرمونیش خیلی براش مهمتر بوده تا اون 30-40 هزار تومان. ما گفتیم خوب فرشه زنده است، خوبه بلای سرش نیومده. یه نگاه کردیم گفتیم حالت خوبه؟ باش دیگه، امیدوارم حالت خوب باشه، داستان داری تو، رازهای اشیا. ای فرش چقدر سر این فرش احمد ناراحت بود، چون احمد یه حسی داره مثل یه ارتباط عجیب وجودی که با پدر مادر من برخورد نکرده، ولی اصلا یه ارتباط عجیبی با پدر و مادرم داره، همیشه احساس میکنم اصلا با خانواده من یه جوری، بچه هم همیشه این حسه کردن یه اصلا از اوناست اینجوریه. یک ناراحتی داشت سر این فرش، میگم من هر طور شده باید این رو بگیرم، نشدم دیگه، نتونست. طالبان قصبش کرد، افغانستان برد، افغان به ایران قصبش کرد رفت. اما بعدن اینو شنیدم، بچه بلندشم برم، بعدن اینو شنیدم، تون تون بگم دهده اومده تا کفشم هم بپوشم، بعدن اینو شنیدم که گفته بود که من این فرشو، نگفته بود میسوزنم،
من این فرش رو آویزون کردم به توالتم، این فرش رو من آویزون کردم به توالتم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر برای من بی ارزشه. گفتم اشکال نداره، اینم داستان این فرشه. هر کدوم از این اشیا، هر کدوم از این کفشام کجا دم پایام هارداسوس چه جور بخ. خب بچه ها بمیرید بمیرید و بذاریم بعدش باز دوباره من کفشم رو بپوشم شما تا اون موقع هستید تا از خونه برید بیرون. بمیرید دیریم دادام دام دام، نمیریدیم هارداسوس هی. بابا بیا دیگه، کامپیوتر ما هم که دیگه مال عهد دقیانوس است. دیدین دیم دیم اول اونا که یخچالی دیدیم دیم دیم نابرای نای نای این دوتا موضوع که مونده اونجا جمع میشن و هنوز نیومدن، اگه بیان اونجا جمع میشن. لحافه رو بردارید. بمیرید بمیرید نمیرید نمیرید پنجره رو نگاه کنید، پنجره باز است. پرده ها افتضاح. جای اون چی؟ اون یکی بهروزه، اون دوست اون پوری و بهروزه میگو پرده ها تو میخوام عوض کنم. بعد هم نیست داری بعد از 10 سال بیاد پرده های ما رو عوض کنم. البته من پرده نمیخوام بزنم. دوباره کفشامو بپوشید. داستان این کفشا شکستی همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید، چو زین ابر برآیید همه بد روانیرید. بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید، چو زین خاک برآیید سماوات گردنم این در بیاد. اینم در بیاد. تو پیاده روی. چه جالب چه جالب. بمیرید بمیرید. هنوز 5 دقیقه وقت دارم. آهنگوش بگیرید. آهنگوش رو با آهنگوش جالبه. اینم یاد بدم، اینم در بیاد بریم. اینقدر جالبه، این مال مخصوصه این که یه جای آب بیفته این کلیده نمیره. واقعا
چهره من ببینید. بچه ها بریم بمیریم دیگه همه با هم. من میرم بریم پیاده روی. شما هم خواستید برید، دو دقیقه هم داریم وقت تا بعد از ظهر میام پیشه. آه این راستی یه روژم بزنید، روژه ویتامینی.